میخوای بری مسافرت، میخوای بری جراحی زیبایی بلفارو، جراحی بینی، لیپو، مچام لیفت شقیقه، کاشت ابرو، کاشت مو، کدامش انجام بدی؟ اصلا میخوای انجام بدی؟ از چی میترسی؟ از این میترسی که بری ایران یا ترکیه و از شرایطش خبردار نباشی؟ نمیدانی چند هفته باید در سفر باشی؟ نمیدانی که اونا چگونه قیمت ها را برتان میگن؟ نمیدانین که از کجا باید شروع کنی؟ از این میترسی که قیمت هایشان خیلی گزاف باشن؟ از او سایتان شنیدین که اونا با قیمت های یورو و دلار در ایران پیسه میگیرن؟ این ویدیو برای شخص خود شما هست. این ویدیو را تا پایانش همراه ما باشین. موضوعات و راهکارهایی را برتان میگم که هیچ کسی تا به حال مطمئنان برتان نگفتم. پس این ویدیو را ذخیره کن که به دردت میخوره و فراموش نکنی که ویدیو را هم لایک کنی. تشکر. ادامه ای. سلام دوست عزیز، امید که جور روز حتما باشین. لطفاً با بکگراند پشت سرمایش توجه نکنید. در این ویدیو میخوایم چند تا موضوع را برتان یادآور شوم. اگر میخوای به ایران یا ترکیه سفر کنی برای جراحی زیبایی، چند تا موضوع هست که قبل از رفتن باید با اونا فکر کنیم. در ابتدا نکته اول ای که قبل از هر چیز برو و سری بزن به اینترنت و نگاه کن که چه عملی میخوای انجام بدی و درجه خطرش تا به چه اندازه هست. هیچ وقت هیچ دکتر زیبایی برای شما نمیگه که ای عملیات خطرناک است، به خاطر ای که اونا به این فکر میکنن که باید درآمد خودشان را داشته باشن. مسئله دوم ای که همیشه به این فکر کنید که شما مدت زمانی را که در سفر میخواین باشین برای جراحی باید کمتر از 4 هفته یا 3 هفته نباشه. چرا؟ به خاطر ای که شما به محض ای که وارد او کشور میشین، اولی که باید برین چندین آزمایش بتین. در او آزمایشات مشخص میشه که آیا شما میتونی جراحی انجام بدی یا نه. اگر خصوصا مشکل کمخونی داری، این موضوع خیلی مهم هست. پس فراموش نکن که حتما 1 هفته را حداقل زمان بگذاری برای همین دوره آزمایش ها و ایتو چیزا. به محض ورود به ایران یا ترکیه یا هر کشوری، اول از همه برو با دکترت مشوره کن، دکتری که مورد نظرت است. امرایشان صحبت کن که شرد و برقی اومایگاد. خب به این فکر کنید که اول از همه برین مشوره بگیرین امرای دکترتان. گزینه بعدی ای هست که ایره شدیدن برتان توصیه میکنم دوستای عزیزم، حتما از 1 شماره‌ای که مربوط به خود او کشور هست امرایشان با تماس شوید. اصولا با پزشکان ایرانی که شما در تماس میشین، خصوصا اگر در ایران در اروپا زندگی میکنید و ایران نیستین، اینا در اینستاگرام و اینا برتان میگن که بیاین به واتساپ و اونجا مسیج بگذارین. وقتی میرین وارد واتساپ میشین، خواه نخواه شمار تماس شما میفته و وقتی شما تماستان میفته و اونا به محض ای که میفهمن که شما از کشور دیگه میخواین برای جراحی برین، هر مبلغ را که در ایران و ترکیه قیمتش است 100% برتان 3 تا 4 برابر افزایش میتن، یعنی بیشتر میگن. و یک مورد دیگه که داشتیم، دکتر زنگ زده حتی به بیماری که هنوز بیمار در اروپا بوده، نرفته بوده پیشش، بهش زنگ زده گفته با من سیگار برگ بیار، با من چاکلت بیار، موضوعات اینچنینی. و ببخشی چرا باید این کارا بکنم بیمار. و اما گزینه بعدی رام که میخواستم براتون بگویم این هست که حتما به این فکر کنید که بعد از جراحی چند هفته ای در او کشور بمانید و دوران مراقبتتان همونجا خلاص شود، به خاطر ای که زمانی که دوران مراقبت شما خلاص نمیشه و شما پرواز میکنید و کشور خودتان برمیگردید جایی که زندگی میکنید، مسلمن که شرایط آب و هوایی خیلی چیزا تأثیر میگذاره و این باعث میشه که خدای نخواسته عفونت کنه بدنتان یا قسمتی که جراحی کردین. پس این موضوعات حتما در نظر بگیرید. بعد یک موضوع دیگرم که من اخیرا زیاد شنیدم این بوده که شما میرین پیش دکتر و خیلی هایتان دوست ندارین که تصاویرتان در مجازی پخش و نشر شوه. حتما باید با دو چخواه من توپق میزنم.
به دکتر مورد نظرتان بگوین که تصاویرتان در سوشیال میدیا نگذارن، به خاطر که اونا این کار که انجام میتن، ولی اگر شما بگوین میتونن که این کار انجام نتن و از این موضوع صرف نظر کنن. یک موضوع دیگه ای که مهم هست ایست که به این فکر کن زمانی که وارد کشور مورد نظر میشین و قرار هست که شما، مثال برتان میگم فلان روز بیا، روز پنجشنبه بیا، روز پنجشنبه شما را میگن بیا ولی نمیگن که چه ساعتی شما وقت دارین، پس شما باید او روز کاملا اونجا تایم بگذارید و هیچ وقت تنها نروید، سعی کنید همیشه همراهتان کسی باشه، به خاطر اینکه شاید شما شرایط ندانید و اینکه ندانید که بعد از او چه اتفاقاتی میفته. یک چیز دیگر هم بگم، با تمام خطرات و این چیزا خوب است که آشنا باشین و برین، چون به محض اینکه وارد مطب دکتر شدین دیگه شما نمیتونید بدون جراحی از اونجا برین، حتی اگر خودتان بخواین دیگه اونجا خواه نخواه جراحیتان میکنن و ای که تمام خطرات هم شما به جان خریدین، به خاطر ای که شما زیر برگه ای را امضا کردین که دیگه تمام حق و حقوق به اونا دادین. یک موضوع دیگر هم برتان بگم ای بود که زمانی که شما از کشورهای اروپایی میرین و شماره اروپا میفته و اونا خیالشان دیگه راحت میشه که ای از خود ایران یا ترکیه یا کشورهای این گونه نیست، پس دستش با ما نمیرسه، هیچ کاری کردن نمیتونم، هر اتفاقی هم میفته دیگه همه چی اوکی هست برایشان، چون شما هیچ حقی را ندارین که برین از این موضوع شکایت کنین. به هر حال این اطلاعاتی بود که من براتون خواستم بتام. یک موضوع دیگر هم برتان بگم، همین وسط خیلی ها با من گفتن که نازنین ما رفتیم ایران و ترکیه اینا، به جایی که من ترکیه را نمیفهمم. همینجا هستم بخواهیم حتما چینل یوتیوب ما، اگر ویدیو برتان جالب و آموزنده و کارساز بود حتما چینل یوتیوب لطفا سابسکرایب کنید، زنگوله را بزنید، نظراتتان را برنوشته کنید، شما از تجربیات خودتان بگوین و ای که لایک هم فراموش نشود اگر ویدیو برتان جالب بود. و اما آخرین موضوعی که فکر کردم امیر را سریع بگویم و ویدیو را خلاص کنم این هست که یکی از دلایلی که من برتان میگم که با شماره های خارجی امرایشان با تماس نشوین این هست که وقتی شما با شماره خارجی امرایشان با تماس میشین، اونا وقتی که شما وارد ایران میشین با یورو دلار یا همون چی میگه واحد پولی کشوری که زندگی میکنید با اون مقایسه میکنن و میگن که مثلا تو 1000 دلار یا 2000 دلار یا 1000 یورو باید هزینه کنید، در صورتی که همون جراحی برای خود کسانی که در همون کشور زندگی میکنن شاید 1/4 او قیمت باشه. این موضوعی هست که من مطمئن هستم و این اتفاق افتاده، به خاطر همین دوست دارم امرایتان شریک بسازم، به خاطر که معلوم دار ما و شمایی که در اروپا و کشورهای زندگی کشورهای دیگه زندگی میکنیم پیسر خواستر سرک پیدا نکردیم و ای که فراموش نکنید، پس این موضوع را مد نظر بگیرین. و یک موضوع دیگه که آخر برتان میخوام بگم و اما کسانی که بر من میگن که نازنین دکتر جراح خود چه کسی بوده، کسی که بلفاروپلاستی برد انجام دادم، بلفارو دوستا امی پلک اضافه پشت پلکه که بر میدارن به این میگن بلفاروپلاستی بالا، زیر چشمه که برمیدارن میگن بلفاروپلاسی زیر چشم. به هر حال دوستا با معذرت، من دکتری که خودم پیشش رفتم برتان معرفی نمی کنم به دلایلی که خودم میفهمم، ولی کن برتان قول میتونم در اولین فرصت یکی از بهترین جراحان بلفاروپلاسی و زیبایی را
در تهران بر تو معرفی میکنم. به خاطر اینکه از نزدیکان خود من کسی رفته اونجا، خانمی که 60 و چند سالش هست رفته جراحی رو انجام داده و خوشبختانه با ای که سنشان هم خیلی بالا هست هیچ اثری از جراحی پوش پلکشان نمانده. شما میدانید که هرچی آدم سنش بالاتر میره پوست مدت زمان بیشتری میخواد تا بازسازی شود و فکر میکنم بعد از مدت چند ماه کاملا خوب شدم.